درود و وقتتان بخیر. به برنامه ورزش از آریانا نیوز خوش آمدید. در نخست چند خبر ورزشی. تیم ملی تکواندو با کسب دو مدال نقره از رقابت‌های فجیری امارات به کشور بازگشت. فرزاد منصوری و محسن رضایی هر کدام با کسب 4 پیروزی و 1 شکست برابر حریفان مدال‌های نقره هشتمین دور این رقابت‌ها را برای افغانستان رقم زدند. این رقابت‌ها میان 2200 ورزشکار از 40 کشور به میزبانی امارات متحده عرب برگزار شده. تیم ملی تکواندو با کسب دو مدال نقره از هشتمین دور رقابت‌های تکواندوی جیتوی آزاده فجیری امارات به کشور بازگشت و مورد استقبال مسئولان ورزش در فرودگاه کابل قرار گرفت. در بین 2200 ورزشکار اینا توانستند مدال نایب قهرمانی یا مدال نقره را بر افغانستان کسب کنند. برای مردم افغانستان تبریک عرض می کنم. بعد از بازی پنجم اینا بازی را هم به اختلاف بسیار امتیاز کم واگذار کردند. فکر می کنم که آینده بسیار خوب تیم ملی تکواندوی افغانستان در سالهای نزدیک دارد. در این رقابت ها فرزاد منصوری در وزن 68 کیلوگرم ابتدا قاطعانه حریف ایندی خود را 35-1 شکست داد و سپس با عبور از صد حریفان از کشورهای ازبکستان، پاکستان، یونان و قبولی شکست در دیدار نهایی برابر اردن موفق به کسب مدال نقره شد. با بازیکن قوی قدرتمند اردن به برابر شدم که برنز مسابقات المپیک بوئنوس آیرس آرژانتینا داشت. در ثانیه آخر که 5 امتیاز از بازی پیش بودم بازی رو واگذار کردم و نایب قهرمان این در مسابقه شدم. محسن رضایی دیگر ستاره تیم ملی تکواندو در وزن منفی 58 کیلوگرم ابتدا حریف از اردن را 20-0 شکست داد و سپس با پیروزی برابر حریفان از کشورهای هند، چین تایپه و عربستان راهی دیدار نهایی شد و در فینال بازی خود را به دیگر حریف اردنی واگذار کرد تا به مدال نقره بسنده کند. امیدوارم که بتونم در مسابقات بعدی و خصوصا که سهمیه المپیک بتونم سهمیه کسب کنم و مدال المپیک برای افغانستان به دست بیارم. بازیکنان تیم ملی تکواندوی افغانستان قرار است تا 1 ماه دیگر در مسابقات قهرمانی آسیا اشتراک نمایند و سپس رای مسابقات کسب سهمیه المپیک 2020 ژاپن شوند. دانشگاه رهنورد فاتح رقابت‌های والیبال ولایت بلخ شد. این تیم در دیدار نهایی با حساب 3-1 موفق شد که تیم استالف را شکست بدهد و جام قهرمانی را بالای سر ببرد. این مسابقات از 1 ماه قبل با اشتراک تیم‌های والیبال ولایت بلخ در سالن ورزشی امام خمینی این ولایت برگزار شده بود. نخستین دور مسابقات راهیابی به تیم ملی کورش افغانستان میان کورشکاران مهاجر کشور در ایران برگزار شد. در این مسابقات 185 کورشکار مهاجر کشور از باشگاه‌های 3 ولایت ایران شرکت کرده بودند و در 7 کتگوری وزنی با هم رقابت کردند. این مسابقات از سوی فدراسیون کورش و سامبوی ایران با هماهنگی فدراسیون ملی سامبو کورش افغانستان در سالن ورزشی شهدای ترشت تهران ایران برگزار شده بود. و آخرین خبر این که تیم فوتبال ناپولی در آخرین بازی هفته 22 سریای ایتالیا برابر سمدوریا به پیروزی رسید. این تیم که در خانه سمدوریا مهمان بود در نهایت با نتیجه پرگل 4-2 موفق شد که از صد حریف خود بگذرد و 3 امتیاز حساس این دیدار را به دست بیاورد. در جدول رده‌بندی سریای ایتالیا یوونتوس با 54 امتیاز صدرنشین است و تیم‌های اینتر میلان، لاتسیو و آتلانتا هر کدام با 51، 49 و 39 امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند. بیننده عزیز، تیم ملی تکواندوی افغانستان با کسب دو مدال نقره از رقابت‌های فجیری امارات به کشور بازگشت. در این خصوص بیشتر صحبت می‌کنیم با آقای عبدالصبور عمری، معاون فنی فدراسیون ملی تکواندو، و همچنان فرزاد منصوری، قهرمان تکواندو کشور که در این رقابت‌ها همراه با محسن رضایی موفق شد تا دو مدال نقره افغانستان را رقم بزنند. مهمان عزیز، خیلی خوش آمدین. در نخست با آقای عمری آغاز میکنیم. در کل در مورد این رقابت ها بیشتر معلومات بدین و چه تاثیر روی رنکینگ بازیکنان تیم ملی که مدال کسب کردن خواهد داشت؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان تلویزیون آریانا و همچنان همکاران شما و خدمت شما. سپاس. مسابقاتی که جی تو بود، مسابقات فجیر اوپن، جی یک ده امتیاز داره، کسایی که مدال طلا میگیره با مشکل دو ده امتیاز، یک امتیاز کم شده تا مدال برنز، و همچنان مسابقات جی تو 20 امتیاز برنکه که مسابقات کسب سهمیه المپیک برای بازیکنان ما داره که خوشبختانه در این مسابقات 4 پسر اشتراک کرده بود و 2 تا از خانما 2 نفر که ما تانستیم بازیکنان ما بسیار خوب بدرخشن، همچنان در وزن 5 و وزن 3 که ما یک مطلعی زینه داشتیم و حسین لطفی در وزن 5 داشتیم که با بردای خوب پیش رفتن اما نتانستن به مدال دست پیدا کنن. سمیه غلامی، همچنان زهرا، یکی از دخترای دیگه بودن که در این مسابقات حضور داشتن، مسابقات بردی داشتن، همچنان اونا هم نتانستن به مدال را پیدا کنن، مسابقات خوبی را انجام داده بودن. خوشبختانه که فرزاد جان منصوری با شکست دادن 4 حریف ها تانست مدال نقره را کسب کنه که فاینال هم با هندک ثانیه هایی که مانده بود نتانست که کنترل کنه. انشالله که به مسابقات بعدی از او تجربه گرفته باشه که بدانه افغانستان صاحب مدال طلا بسازه و این برای ما افتخار بسیار بزرگی است با زحماتی که کادر فدراسیون تکواندو کشیدن و مربی های تیم ملی ما و همچنان مربی خود فرزاد جان که استاد جواد منصوری برادرشان از زحماتی که کشیدن از همه ایشان سپاسگزار هستیم و همچنان بازیکن دوم ما که محسن جان رضایی است، مهاجرین ایران در ایران زندگی میکنن و زحمت کشی که استادشان کردن استاد مرزایی عزیز و بعد از او که تشریف آوردن به کابل زحماتی که مربی های تیم ملی ما کشیدن، بخصوصا استاد بشیر ترکی برنامه ریزی های پروگرام هایی که روی دست گرفته بوده ای چند ماه تانست که حاصل زحمات خود در این مسابقات بگیرن و این یک روشنی خوبه و یک آینده خوبی را برای ورزشکارای ما نشان داد و ما امیدوار هستیم که بتونیم به کسب سهمیه المپیک انشاءالله را پیدا کنیم. بسیار عالی. آقای عمری، دلیل اصلی که بیشتر ورزشکاران تکواندوی جهان در این مسابقات حضور پیدا کرده بودند، با توجه به اینکه پیش از این ملی پوشان ما در سایر مسابقات آزاد حضور داشتند اما این مسابقات بیش از 40 کشور حضور داشتند، دلیلش چی بود؟ اعتبار از این مسابقات در چی بود؟ طبعا همونطوری که بیشتر عرض کردم حضور شما که مسابقات جی تو از جایگاه خاصی برخوردار از در مسابقات رنکینگ دبلیو تی اف که امتیازات بیشتر داره و خصوصا بعد از این مسابقات ایشان چمپیون است که در لبنان چند وقت دیگه برگزار میشه که امیدوار هستیم از اونجا هم دستاورد خوب داشته باشیم و با تعقیبش مسابقات کسب سهمیه المپیک 2020 است که در این مسابقات ما انشالله امیدوار هستیم که دو بازیکن خوب ما به این مسابقات اعزام میشن، بتانند با مخاطر تیمای بیشتر در این مسابقات حضور پیدا کرده بودن، قهرمانای دنیا در این مسابقات آمده بود تا هم خود چک کنن و هم رنکینگ خود بالا ببرن و هم امو عریفایی که در مسابقات کسب سهمی المپیک و المپیک پیش روی دارن با اونا روبرو شوند و اونا را آزمایش کنن، هر کس رقیب یا حریف خود بشناسه که در چی سطح هست، از تکنیکای جدید، تغییرات در قوانین آگاه شوند، بیشترین کشور را به مخاطر حضور پیدا کرده بودن. بسیار عالی. فرزاد عزیز، خودتان خوش آمدید میگم، جا داره که این مدال خوش رنگ بر خودت تبریک بگویم. در مورد آمادگیت برای این مسابقات بگو، چقدر آمادگی داشتی برای این مسابقات؟ گفته شد که خودت در ثانیه های آخر از کسب مدال طلا بازماندی، دلیلش چی بود؟ تشکر. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت تمام بیننده های تلویزیون آریانا و پیروزی اخیر خود که از مسابقات فجیر اوپن کسب کردیم برای تمام مردم افغانستان تبریک و تهنیه درد می دارم و انشالله امید داریم که بازم با دعاها و حمایتهایشان از مسابقاتی که پیش رو داریم بازم مدال کسب کنیم. خب قسمی که استاد برای شما یادآور شد، مسابقات فجیر اوپن مسابقات جی تو بود که 20 امتیاز داشت برای بازیکنان نخست و ما خودم 5 بازی داشتم که بازی اول با کشور هندوستان بود که توانستم 35-1 او را ببرم و با بازی دوم را پیدا کنم. بازی دوم با کشور ازبکستان بود که رنکینگ 6 داشت در وزن ما، خوشبختانه توانستم او را شکست بدم و را پیدا کنم به کوارتر فاینال. در بازی سوم عریف پاکستانی خود شکست بدم و 20-0 بسازم و را پیدا کنم به بازی سیم فاینال که در سیم فاینال بازیکن یونان که بازیکن بسیار قدرتمند بود و
مدال های بسیار خوبی داشت در کارنامه که خوشبختانه اون رو هم توانستم شکست بدم و راه پیدا کنم به بازی فینال که در بازی فینال باید با بازیکن اردن بازی میکردم و در بازی فینال با بازیکن اردن در حالی که دو راوند از بازی را پیش بودم مسابقه را در راوند سوم چند بود نتایج؟ راوند اول 10-8 پیش بودم، راوند دوم 12-9 و راوند سوم 12 تا 3 ثانیه آخر پیش بودم. در 3 ثانیه آخر همو از بعض کم تجربگی و بعضی که تجربه کم داشتیم نتونستم بازی را درست کنترل کنم. خب قسمت و نصیب دیگه، بازی برد و باخت داره، طبعا یک بازیکن برنده میشه یکی بازنده و در 2 ثانیه آخر 5 امتیاز بازی را از دست دادم و نایب قهرمان این دوره از مسابقات شدم و انشاءالله در مسابقات پیش رو که مسابقات قهرمانی آسیا و لبنان اوپن از مسابقات انشاءالله از این مسابقات تجربه هایی گرفتیم در اون مسابقات از اون تجربه استفاده کنیم و از مسابقات بازم مدال کسب کنیم و انشاءالله از مسابقات پیش رو مدال های طلا رو بازم به افغانستان کسب کنیم. برنامه که فدراسیون ملی تکواندو افغانستان ریخته بود و خودت و حکمت زعین در برنامه 4 هفته‌ای با حریفان در داخل کشور مسابقه انجام دادی، این چقدر مؤثر بود تا خودت رساند به این مدال مهمی که در فجیره به دست آمد؟ طبعا برنامه که فدراسیون ملی تکواندو افغانستان برگزار کرده بود بسیار برای ما مفید واقع شد. در مسابقات فجیره اوپن ما از فیزیکی و یا از کدام تکنیک کم نبودیم، تمام فیزیک و تکنیک تکتیک همیش پوره بود. مثلا همون برنامه که فدراسیون ملی تکواندو افغانستان رو اندازی کرده بود، هر راوند مثلا 5 دقیقه ما باید در کابل مسابقه میکردیم که 3 راوند 15 دقیقه میشد، بسیار خوب بود. مثلا در مسابقات بین‌المللی 3 راوند 2 دقیقه میشه که 6 دقیقه، بسیار خوب بود. و در این مسابقات تمام بازیکنان قدرتمند بودن، بازیکنان المپیکی در این مسابقات اشتراک داشت و همین حریف من که در فاینال باهاش بازی کردم این برنز مسابقات المپیک بونس آیرس آرژانتاین در کارنامه داشت. خب دیگه چانس یاری نکرد که مثلا طلا را کسب کنم، اما انشاءالله امید دارم که از مسابقات پیش رو مدال کسب کنم. فرزاد، ما در چند برنامه امروز خود در این مورد صحبت کردم که خود در مسابقات اخیر تیم ملی در بیرون مرزی موفق شدی مدال کسب کنی، چقدر با تجربه و پخته تر شدی و خودت از تیم نوجوانان آمدی به تیم ملی بزرگسالان و فکر میکنی که یک برنامه بسیار خوبی را پیش رو داری و میتونی به کسب سهمیه المپیک کنی و حتی در المپیک جای پای رولاینک پا بگذاری؟ خب تشکر. هر مسابقه ای که ما میریم از اون مسابقات بسیار تجربه کسب میکنیم، تجربه که مثلا به مسابقات پیش رو بسیار برای ما مفید واقع میشه و تجربه بزرگی که از این مسابقه گرفتم می بود که مثلا تا آخرین ثانیه باید من بازی را سفت و محکم باید بگیرم که یک تجربه بسیار مهم و کلان به من شد که مثلا در مسابقات پیش رو اشتباه دیگه نکنم. خب زحمت زیاد میکشیم، تمرین میکنیم، انشاءالله دعای شما مردم افغانستان باشه، حمایتای شما مردم افغانستان باشه تا بازم ما بریم از مسابقات کسب سهمی المپیک کوالیفای شیم و مسابقات المپیک را پیدا کنیم، امید داریم. خب بازی برد و باخت داره، بازی رو نمیتونیم پیش بینی کنیم، اما زحمت آخر خود به این مسابقات میکشیم و انشالله بالای خود اطمینان دارم که از این مسابقات کسب المپیک زحمات استادای ما باشه، زحمات مربی ها و فدراسیون ملی تکواندو افغانستان حمایت هایشان باشه تا باشه مسابقه کسب المپیک کوالیفای شیم که انشالله امید داریم که کوالیفای میشیم و به مسابقات المپیک راه پیدا. آقای عمری، دلیل ضعف تیم ملی تکواندو افغانستان در بخش بانوان چی بوده؟ ما پس از اینکه در جنوب آسیا توسط سمیه غلامی طلا کسب کردیم، پس از او بانوان افغانستان ندرخشیدن در مسابقات بیرون مرزی، دلیلش از دید شما چی بوده تا بار؟ تشکر. همیشه شما ببینید نه تنها از بانوان، تمام رشته ها، حتی از آقایان رشته هایی که در بیرون سرمایه گذاری میشه، بخصوص سر ورزش های المپیکی، یک بودجه گزافی در اختیارشان است که اونا میتونن بیشترین مسابقات اشتراک کنن. اگر ما بانوان ما مثل مسابقات آقایان بتانیم که ما مسابقات بیشتر اینا رو انظام کنیم، ما دو نفر در مسابقات بیشتر انظام کردن نمیتونیم، چون بودجه که دولت به تربیت بدنی میته کفایت نمیکنه. می سفری هم باش تشکری میکنیم از جناب رئیس به تربیت بدنی و المپیک، همیشه فدراسیون تکواندو را حمایت کردن،
در این وقت آخر سال با حمایت از اونا بود که تانستیم ما در این مسابقات حضور پیدا کنه و همچنان از مسابقات بعدی. اگر یک بودجه خوب در اختیار فدراسیون تکواندو باشه، بازیکنان ما با مسابقات اعزام شوند، به تمرینات یا قرنطینه‌ای که در بعضی کشورها میشه مثل تیم‌های دیگه که هستن به مسابقات حضور پیدا میکنن، ما میتونیم یک تیم قوی از بانوان داشته باشیم. ما از کمبود بودجه نمیتونیم، حتی نمیتونیم ما مربیای خود در مسابقات همراه تیم بانوان روان کنیم، چون همون قسمی که بازیکنان تجربه میگیرن از مسابقات، طبعا مربیای از اونا تجربه میگیرن از برنامه‌شون، چک میکنن بازیکنای خود، از سطح بازیشون، تکنیکشون، تکتیکشون، فیزیکشون. و به می خاطر است که ما تیم بانوان ما مثل آقایان به او شکل رشد خوبی نداره. اما اگر رقابت ها باشن و طبعا افغانستان و برخودتان معلوم است که شرایط قسمی است که شکلی که آقایان میتونن آزاد به تمرینات خود ادامه بدن، همیشه در تمرینات حاضر باشن، به هر ولایت مسابقات برگزار میشه اشتراک کنن و مسابقات لیگ، تمرینات تایم صبح و شام میتونن تمرین کنن، خانم‌ها به اون اندازه آزاد نیستن، نمیتونن به اون اندازه رقابت‌هایشون و حتی کلپ‌هایشون بسیار کم رنگ است، یک تعداد از فامیل‌ها اجازه نمیتن و اجازه ندارن، چون به مو اندازه‌ای که ورزشکارای طبقه اوناست داریم ما تونستیم به می اندازه طبقه اوناست مارش کنن. و یگانه علت شام بیشترش همی است که در همچون کشوری که زندگی میکنیم فضای ورزشی برای خانم ها امکانات کمتر است و حضورشان در مسابقات بیرونی. یک موضوع دیگه که پیش می آید ای است که در چند سال اخیر موضوع تفکیک مدال بوده در ورزش افغانستان و حالا یک ورزشکار المپیکی، یک تکواندوکاری که میره 4-5 حریف خودش شکست میده، میاد به مو شکل تشویق میشه که یک ورزشکار MMA یا مبارزات آزاد و یا هم ورزشکارهای تجارتی که میرن یک مسابقه را خودشان آماده میسازن، اونجا مسابقه میکنن و میان و گل گردن و اینا را در گردن خود مندازن و میگن که ما ورزشکار هستم. دلیلش از دید شما چی بوده اگر تفکیک مدال در افغانستان به وجود نبیه، ادامه ای کار چی خواهد بود؟ تشکر، بسیار یک سوال خوبی است. همیشه ما با این مشکل مواجه هستیم. تفکیک مدال‌ها باید از طرف کادرهای کمیته ملی المپیک و بخش ورزش در پارلمان، کسایی که مسئولین هستند، باید از بفهمند که تفکیک مدال‌ها را که کدام مدال در کدام سطح است، خصوصا مدال مسابقات المپیکی جایگاه خاص خود داره بعد از مسابقات جهانی و همطور مسابقات آسیایی. یک تعداد مسابقاتی است که شکل تجارتی یا شکل مسابقاتی که چند بین دو نفر یک مسابقه میکنند. شما ببینید یک مسابقه در یک کشور برگزار میشه، دو نفر بین هم یک مسابقه انجام میتن، یکیش توان برد میشه، یکیش باخت. اما یک ورزشی که المپیکی است 4 مسابقه میکنه، 5 مسابقه میکنه تا به یک مدال دست پیدا میکنه و بیشترین کشورهایی که هستند سر فدراسیونای المپیکی سرمایه گذاری میکنند، فدراسیونایی که در بیرون حضور پیدا میکنن و عضویت خانواده المپیک دارن، بیشتر سر از اونا مصرف میشه، بودجه برشان داده میشه، امکانات شرایط برشان. و بعد وقتانه در افغانستان اونم تفکیک مدال سالهای قبل نیست. یک زمانی بود در دوران یکی از رؤسای المپیک قبلا بود، نامشان نمیگیرم، اونا میگفتن که مدال پیش ما چی از مسابقات جهانی و آسیایی باشه، چی از یک مسابقات بین المللی باشه، چون آگاهی خاص نداشت، کلش یک مدال است. اما طبعا مدال فرق میکنه، مدالی که ثبت المپیک است، یا خوشبختانه که ما بعد از چندین سال یا اصلا در تاریخ افغانستان مدال المپیک نداشتیم. پیش از اینکه روح الله نیکپا افغانستان صاحب مدال المپیک ساخت و نام افغانستان در جمع مدال دارای المپیک ثبت کرد، یک افتخار بزرگ برای افغانستان است. اما همون امکاناتی که برای نیکپا صاحب داده میشد تا هنوز در نظر گرفته نشده و با مو شکل دیگه و نمونش خدافزی عبدالرحیمزای بود از تکواندو، طبعا جوان دیگه ما که مدال جوانان المپیک داشت و او یک انگیزه بسیار خوبی داشت. اگر اونا طبعا حمایت میشدن و تشویق میشدن و تفکیک مدال از اونا می بود، حتی ما با بعض مسابقاتی که میریم در بخش داوری با ما همتاهای خود که میشینیم پرسان میکنن از ورزشکارهایتان که کدام پوزیشن اگر فعلا در دولت چقدر معاش دارن. بله.
ما برشون یک مبلغ میگم چون ازی که بگویم اشماش ندارن پیش از اونا کم نبیم بازونام این چی مبلغ کمی است مثال ما وقتی که مدال میگیرن خصوصا مدال آسیایی جهانی حتی میگیرن به این مبلغ توفیه از طرف دولت برشان است و معانه یک مبلغی برشان معاش تعیین میشه و مدال عمر کسایی که مدال المپیک میگیرن اونا از طرف دولت حمایت میشن که دیگرها انگیزه بگیرن بتانن به ایرا یک ورزشکاری که را پیدا میکنه به مسابقات و بالاخره هدفش المپیک میباشد تا رسیدن المپیک اونا از تمام کار روزگار زندگی میمانن حتی از درس و تحصیل و رشتداری و باز روابط شخصی فقط فوکس میکنه و هدفش می باشه که بتونه به مدال برسه و رسیدن به مدال المپیک، کسب سهمیه المپیک، مسابقات آسیایی، مسابقات جهانی کار آسان نیست. ماها باید زحمت بکشن تا بالاخره به اون مدال دست پیدا کنن. سپاس. به عنوان آخرین سوال فرزاد جان چقدر فکر میکنی که دولت افغانستان، تربیت بدنی افغانستان زمینی حضور در المپیک که از نگاه مالی مربوط اونا میشه برای ورزشکاران مهیا ساختن اگر نساختن ادامه وضعیت آیا فکر میکنی که خودت بتانه به المپیک برسانه؟ خب من در اخیر تشکری میکنم از رئیس کمیته ملی المپیک و رئیس فدراسیون ملی تکواندو افغانستان از استادای ما استاد جواد منصوری و استاد بشیر ترکی که شب و روز بالای ما زحمت کشیدن و عالم زحمت میکشن خب ما در برنامه‌ای که رفتیم از به خودم نه به تمام ورزشکاران خواهش کردیم به دولت جمهوری افغانستان که ما را نه دیگه ورزشکارایی که مثلا مدال کسب میکنن و را تشویق کنن قسمی که فدراسیون کرکت و فوتبال تشویق میکنن اما تشویق باید دیگر رشته‌های ورزشی هم شود و خواهش ما از دولت و از ریاست کمیته ملی المپیکی است که تمام ورزشکارا رو تشویق کنه تا باشد از مسابقات مدال کسب کنه و انشاءالله خودم هم زحمت میکشم تا آخرین توان همون امکاناتی که در پیش خودم است تا بتونم از مسابقات کسب سهمیه المپیک با دعای مردم افغانستان و حمایتشان کسب سهمیه کنم و مسابقات المپیک راه پیدا کنم که تا باشد بازم از مسابقات مدال کسب کنم. بسیار زیاد سپاس مهمانای عزیز از حضورتان در برنامه. تشکر. مهمان عزیز چند خبر کوتاه ورزشی. بابر هوتک معاون کمیته ملی المپیک و انور جگدلک مشاور اجتماعی ریاست جمهوری با مسئولین برگزاری مسابقات المپیک 2020 در توکیو ژاپن دیدار نمودند. هدف از این سفر بازدید از کشور میزبان بازی‌های المپیک 2020 و فراهمسازی زمینه حضور مؤثر افغانستان در این رویداد بزرگ جهانی گفته شده است. اولین دور سیمینار علمی تکواندو و آمادگی برای چگونگی اخذ امتحانات مسلکی ارتقای کمربند تکواندوکاران امروز در کابل آغاز شد. در این سیمینار 38 مربی و استادان تکواندو از 26 باشگاه کابل شرکت کردند و برای 3 روز این سیمینار را فرا می گیرند. تیم ملی فوتبال عراق از کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست کرده که بازیش با هنگ کنگ در مقدماتی جام جهانی به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور سالس برگزار شود. رئیس فدراسیون فوتبال هنگ کنگ درباره این درخواست عراق به خبرنگاران گفت: ما به دلیل اینکه هنگ کنگ در معرض خطر این ویروس خطرناک قرار دارد، علت درخواست عراقی‌ها را درک می‌کنیم، ولی این AFC است که باید در این باره تصمیم بگیرد. روزنامه آیس اسپانیا از برنامه بلند مدت باشگاه رئال مادرید برای جذب کلیان امباپه ستاره فرانسوی تیم فوتبال پاریس سن ژرمن پرده برداشت و مدعی شد رئال مصمم است امباپه را در تابستان 2021 به برنابائو منتقل کند. بر اساس این گزارش جذب امباپه بلند مدت ترین استراتژی نقل و انتقالی است که فلورنتینو پرز مالک باشگاه رئال مادرید تا کنون طراحی کرده است. در پایان بازی‌های این هفته لالیگای اسپانیا رقابت در صدر جدول گلزنان این لیگ افزایش یافت
و کریم بنزما موفق شد خود را به فاصله یک گل با لیونل مسی صدرنشین این جدول برساند. مسی در 22 هفته گذشته از فصل جاری لالیگا 14 گل به ثمر رسانده و کریم بنزما نزدیکترین تعقیب کننده او در دربی مادرید موفق شد بعد از 5 بازی ناکامی در گلزنی در بازی اتلتیکو را باز کند و تعداد گل‌های خود را در این فصل به عدد 13 برساند. اتلتیکو مادرید مهاجم خود آلوارو موراتا را به دلیل مصدومیت از ناحیه عضلات پا برای چند هفته از دست داده و خبر بد برای روخی بلانکو این است که او نمیتواند در دیدار با لیورپول در چمپیونز لیگ هم حاضر باشد. در حال حاضر ژائو فیلیکس بازیکن پرتغالی و دیگو کاستا دیگر مهاجم اسپانیایی این تیم نیز در مصدومیت به سر میبرند. پایان برنامه ورزش. ممنون از اینکه با ما بودید.